أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا ينقص من شكره ولا يخيب من دعاه ولا يقطع رجاء من رجاء والصلاة والسلام على رسوله محمد المؤيد بالقرآن والمرسل إلى الإنس والجان اللهم اجعلنا بهم متمسكين وبولايتهم من الفائزين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون خداوند علی اعلی به همه من توفیق بندگی عبادت ترک معصیت عنایت بفرماید. گذشتگان و اقداران و اسیران خاکمان در این شب رحمت، شب جمعه، غریق دریای رحمت بیکرانه اش بگرداند. مجلس من مورد قبولی خودش، نگاه مولا من صاحب الزمان، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا قرار بدهد. کلماتی که رضایت خودش، پیامبر، ائمه معصومین علیهم صلوات الله اجمعین، سعادت من در اونهاست، بر زبان جاری بگرداند. صلوات جلی مرحمت بفرمایید. صلی الله علیه و آله و عجل فرجه. با استعانت از خداوند و التماس دعا از همه شما عزیزان و اجازه از همه، بالاخص از علمایی که در جلسه حضور دارم، عرایزم را که قرار است نکات را در این مجلس به سمع شما عزیزان برسانم، آغاز میکنم همون گونه که همگان مستحضرید، ایام اسارت اهل بیت است، ایام ورود و در واقع رساندن آل الله را به شام است، ایام دشوار و سوز و گداز و مصیبت است. مجلس به مناسبت این ایام، مخصوصا شهادت سفیر سید الشهدا علیه الصلاة والسلام، حضرت رقیه سلام الله علیها، عرایزم را با نکته قرآنی آغاز میکنم و به بحث که مربوط به شهادت حضرت رقیه است، بحث یتیم که انشاءالله عامل شود برای تحول حرکتی در زندگی افراد، چی کسانی که در جلسه حاضرند و چی کسانی که این نکات قرآنی را از طریق فضاهای که مطالب منتقل میشوند میشنوند، انشاءالله اثری و ثمری داشته باشد. صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. دو نکته قرآنی را به عنوان کلید بحث وارد میشویم. اون دو نکته این است که یک بخش از آیات قرآن این موضوع را دنبال میکنه، این بحث را کاوش میکنه و پیگیری میکنه که قرآن افراد را از تاریکی ها به روشنایی میبرد. حالا من آیاتی را که مد نظرم هست و
یقینا ثوابی هم شنیدنش، گفتنش و فهمیدنش و برکاتی داره، اینا را اشاره میکنم. خب چطوریه که قرآن بحث بیرون کردن انسانها را از تاریکی به سمت نور و روشنی مطرح میکنه؟ این تاریکی چیه؟ روشنی که قرآن میفرماید یخرجوهم من الظلمات الى النور، یخرجونهم من الظلمات الى النور، یا آیات دیگر اخرج قومک من الظلمات الى النور، این تاریکی چیه؟ این روشنی چیه؟ کی فاعل این قضیه است؟ خب بالاخره یک کاری ده وقتی انجام میشه یک کسی انجام میده، غذا طبخ میشه، آشپزی در کار است، ساختمان ساخته میشه، دست استا و بنا دخیله، یک وسیله مدرن تولید میشه، خلاصه یک مبتکر و صنعتگری در اونجا دخیل است. کی ما را از تاریکی به روشنایی میرسانه؟ فاعل کیه؟ خب هر کاری با یک وسیله انجام میشه. آب میخواییم بخوریم، نیاز به یک ظرف داریم. میخواییم صحبت کنیم، حرفمان به گوشی افراد بیشتر برسه، نیاز به یک سیستم صوتیه. میخواییم دورتر صحبت کنیم، نیاز به یک موبایل، وسیله خلاصه رساندن و پرتاب کردن لازمه. میخواییم موشک بندازیم به فضا، باید خلاصه دستگاهش داشته باشیم. او وسیله ای که ما را از تاریکی به روشنی میرسانه اون چیه؟ واقعا امروز جهان اسلام، ماهایی که با قرآن سر و کار داریم، از تاریکی ها به روشنی رفته ایم. اگر رفته ایم دلیلش و ثبوت و اثباتش چیه؟ اگر نرفته ایم چرا نرفته ایم؟ آیا مشکلی در راهکار قرآن است یا مشکل در تعامل ما با قرآن است؟ در برخورد و خواندن و فهمیدن و تعمق و ژرف اندیشی ما در رابطه با قرآن، خلاصه مسئله وجود داره که ما به این هدف نرسیدیم یا تعداد کمی رسیدن و این مسیر را باید پیگیری کنیم، توسعه بدیم و از این مسیر خودمان، فرزندانمان، جامعهمان بهره ببرن. انشالله این بحث خیلی مختصر دنبال میکنم. صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شرایط ویژه داره جلسه، هم شب جمعه است، هم شهادت حضرت رقیه سلام الله علیها است. به این مناسبت یاد پدری است، خلاصه ایام حزن و سوگواری و رسا و عزاست. من زیاد نمیخوام از شعر و نثر استفاده کنم، منتها از باب ضرورت. زیاد شنیدین میگن اصل انسان لب انسانه، یعنی اصل انسان مغز انسان است، و الا اگر مغز نباشه این جسم ما هیچ کارایی نداره. فلانی دارای فکره، فلانی متفکره، فلانی اندیشمنده. در روایات هم داریم انسان ها معدن هم، الناس معادن. همین جوامعی که ما با ایشان زندگی میکنیم، ما انسان ها معدنیم. بعضیا مثل طلای هم، بعضیا مثل نقره هم، بعضی افراد عذرخواهی میکنم مثل گل هم. بعضی معادن نه تنها مسمر نیست، مزره. ای برادر تو همان اندیشه ای. خب این اندیشه از کجا درست میشه؟ ما این اندیشه را از کجا به دست بیاریم؟
چطوری اندیشمند بشیم، چطوری متفکر بشیم، چطوری برنامه زندگی خودمان، زندگی افرادی را که با ما مرتبطن، زندگی افرادی را که با ما اعتماد دارن خوب مدیریت کنیم. این یک کار بزرگیست. قرآن درباره این قضیه مهم و اساسی یک بحث را مطرح کرده با عنوان تدبر. خود کلمه تدبر یعنی عاقبت اندیشی، آخربینی. هر که آخربین بود او بادین است. چطوری یک آقای میره مسافرت خیلی منظم کار میکنن، اما یک آقای میره مسافرت همه چیزش از دست میده. یکی میره دانشگاه واقعا سرمایه میشه، یکی میره حوزه سرمایه میشه، یکی میره سربار میشه. اونی که با اندیشه کار میکنه، با آینده نگری کار میکنه، او میشه سرمایه. اونی که بی برنامه است او میشه سربار. پس تدبر به معنای عاقبت اندیشی. هر که آخر بین بود او بادین است. فکر نکنیم تنها دیانت یک بخشش عبادت، همش عبادت نیست. اونایی که در هر مقطعی از عمرشان، در هر جایگاهی که قرار میگیرن، اگر به قدرت میرسن، اگر به ثروت میرسن، اگر به یک موقعیت میرسن، آینده نگرن، ژرف‌اندیشن، عاقبت اندیشن، اونا موفقن. اونی که لحظه‌ای کار میکنن، جلوی چشم و جلوی پاش میبینه، دوره نمیبینه، اون آدم آدم موفق نیست. علما در جلسه هستن، آقا امیرالمومنین در صحنه‌های حساس به فرزندانشان میفرمود اعیر الله جمجمتک، مغزت در راه خدا آریه بده. آریه چیزی که آدم تسلیم دیگری میکنه. حضرت میفرمود فکرت بسپار با خدا. بحث تدبر در 4 آیه قرآن آمده. خیلی کوتاه عرض میکنم، در 3 آیه قرآن این بحث تدبر، کلمه تدبر که همون ژرف اندیشی است، عمیق فکر کردن است، حالت توبیخه داره، حالت نکویشه داره. میگه چرا تدبر نمیکنید؟ مثلا در سوره مبارکه مؤمنون آیه 83 افلم یدبر القرآن، چرا در این سخن ژرف نیندیشیدن؟ افلم یدبر القرآن، میگه آقای قرآن که مال شما بود، در اختیار شما بود، چرا نمیگه در قرآن چرا اندیشه نکردی؟ میگه چرا ژرف اندیشه نکردی؟ خوب فکر نکردی. در سوره مبارکه محمد افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، میفرماید در قرآن تدبر نکردین یا دلهای شما قفل زده شده. میدونین چیزی که قفل است، بسته است، ما از اون نمیتونیم بهره بگیریم. حالا خانه پر از پول، درش قفل، پر از میوه، پر از اسلحه، پر از لباس، پر از ثروت، اما ما وقتی دسترسی نداریم چه فایده ای داره؟ خدا در قرآن میفرماید چرا تدبر نکردین؟ دلهاتون قفل شده بود؟ در سوره مبارکه نساء میفرماید افلا یتدبرون القرآن، چرا در قرآن نمی اندیشین؟ ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، این قرآن اگر از جانب غیر خدا بود خیلی داخلش سخنان مخالف موضوعات و
مطالب متناقض و متضاد پیدا میکردین، در حالی که از اول تا آخرش اگر دقت کنین یک جا اختلاف نداره. این نشان از این است که این قرآن از جانب خداست. در سوره مبارکه صاد آیه 29 عبارت عوض میشه. یه لحظه با من دقت کنین، کتاب انزلناه الیک مبارک، کتابی که یا رسول الله ما به تو فرستادیم خیلی پربرکته، لیدبر آیاته، اما در آیاتش اندیشه کن. چهار نکته از این آیات استفاده میشه. نکته اول، اگر کسی تدبر نداشته باشه نمیتونه بفهمه قرآن کتاب خداست. کسی زیر بار الهی بودن قرآن میره و به این باور میرسه که اهل تدبر باشه. دو، بدون تدبر از ذخایر قرآن نمیتونه به بهره ببره. آقا امروز ما کشوری واقعا فقیری هستیم. الان 30 میلیون جمعیت ما نیاز به مساعدت و کمک داره. حدود 11 میلیون الان در یک کشوری که حدود 40 میلیون جمعیت کمتر زندگی میکنه، یک چیزی حدود 11 میلیون شدیداً به کمک غذایی نیازمنده. خب ما خیلی ثروت داریم، خب استفاده نمیشه، ثروت زیر پا مانه، خودمون فقیریم. چرا؟ چون راه استخراجش بلد نیستیم. اگر ما به قرآن تدبر نکنیم از ذخایر قرآن بی‌بهره ایم. من در نتیجه بعضی تجاربی که در سالیانی که در خلاصه شهر و جامعه در کنار مردم بودم به اینا عملا رسیدم. واقعا جامعه ما امروز محروم از قرآن هم. حتی در مراکز قرآنی از قرآن محرومم، با آدرس دین از قرآن محرومم. و الا یک جامعه اسلامی که نباید اینقدر دشمنی داخلش باشه. حالا فرصت زیاد ندارم. خدا در سوره فصلت میفرماید که ولا تستوی الحسنه ولا السیئه، کار زیبا و کار زشت، حسنه یعنی کار قشنگ، سیئه یعنی کار بد. کار خوب و کار بد با هم برابر نیست. ادفع بالتی هی حسن، هر جریان اتفاق افتاد زیبا مدیریت کن. فاذا الذی بینک و بینه عداوه، من یک هفته مثلا بعد با بعضیا برخورد میکنم میبینم او اختلاف پیدا کرده، طلاق شده، دشمن شده، خبر از کشته و از قتل میشنوم. آقا اینا که با هم رفیق بودن چطوری شد؟ عوضی که رابطه ها حسنه شده، این رابطه ها داره سیئه میشه. رابطه قومی، رابطه حکومت ها، رابطه خلاصه نظام ها، رابطه اشخاص، فامیل ها. خب خدا میگه که اگر اتفاقی افتاد طوری مدیریت بکن که بین تو و کسی که اختلاف به وجود آمده دوستی گرم پیدا بشه. چرا پیدا نمیشه؟ ما از ذخایر قرآن قدرت استفاده کم داریم. باید یک نهضت قرآنی را تدبیر کنیم و عملا از اونا استفاده بکنیم. با شعار نمیشه. نکته سوم اینه که اگر اون بحثی را که وعده داده بودم، اگر تدبر در قرآن را محور حرکت من قرار ندیم، اینا خیال است که میگیم قرآن ما را از تاریکی به روشنی میرسانه. قرآن ما را از تاریکی به روشنی میرسانه، شرطش اینه که ما از مسیرش حرکت کنیم. آقا اگر ما
تولید انرژی را یاد نداشته باشیم. خب انرژی خورشیدی سالها در دنیا وجود داشته، چند سالیه دارن استفاده میکنن. من نیم قرن بیشتر عمرمه، شبهای طولانی در تاریکی ها موندیم. بشر یک کمی روشنی نصیبش شد، روشنی فیزیکی مادی، حالا داره از انرژی های مختلف استفاده میکنه. انرژی قرآن بالاتر از ایناست. بدون تدبر بشر نمیتواند از تاریکی به روشنی برسه. هزار سال درس قرآن داشته باشید. هزار سال در محضر استاد بشینیم، اگر بر اساس رای را که خدا و پیغمبر که قرآن به اون نازل شده حرکت و مسیر ما تنظیم نکنیم، به جا ماندیم، در واقع پیش نرفتیم. پس بحث تدبر بحث مهم و کلیدی است. اون آیات را که عرض کردم این بحث دنبال میکنه که شما را خدا توسط قرآن از تاریکی به روشنی میکشاند. صلوات بفرستین. صلی علی محمد و آل محمد. بحث اینه که آیات قرآن این بحث دنبال میکنه. من سه چهار تا آیه بخوانم انشالله ثوابش از بعضی تلاوت ها انشالله بیشتره. هو الذی یصلی علیکم. بازم صلوات بفرستین. و ملائکته، او خدایی که به شما درود میفرسته و ملائکش هم به شما درود میفرسته. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما را از تاریکی به نور برساند. الان دیدین خیلی ها مسافرت میکنن، مهاجرت میکنن. من به خاطر که وظیفه من دیشب یه صحبت رو یکی از دانشمندان از عراق داشتن که چطوری این همه مسلمان از کشورهای اسلامی به سمت غرب میرن. خب یک پدیده است. الان کم آدمه که تصمیم نداشته باشه اگر شرایط باشه از خلاصه کشورهای اسلامی اختصاص به افغانستان هم نداره به سمت غرب نره. اون چاهی را که خلاصه در روایات است، اگر کسی برای برادر چاهی را کند، اون چاکن در چا میفته و اگر تو به او کمک نکنی خودت گرفتار میشی. حالا باید بالاخره یک تفکر بکنیم این چا چه چایی است. باید در مقابل این پدیده جهان اسلام یک فکر بکنه، چرا اینطوری شده. و الا این وعده خداوند که اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، اگر مسیرش پیدا نکنیم ما به اون نمیرسیم. در سوره مبارکه احزاب این آیه که خوندم، در سوره مبارکه حدید، هو الذی ینزل علی عبده، میدونین دیگه او خداییست که بر بندهش یعنی پیامبر عبدشه، آیات بینات، آیات روشن نازل کرد یا نازل میکنه. چرا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما را از تاریکی به نور بکشانه. تاریکی این کشتنا، این ظلمها، این جلب رشد و بالندگی و پیشرفت گرفتنا همش تاریکی است. تاریکی یقیناً تنها این نور خلاصه برق و روشنایی که ما الان در فضاش قرار داریم این که نیست. یقینا امنیت است، یقینا تقواست، یقینا آینده نگریست، یقینا رحمت است، رحمت است. الان عرض میکنم ما گرفتار این تاریکی هستیم. سوره مبارکه آیت الکرسی را که کوهان قرآن از قله بلند قرآن
الله ولی الذین آمنوا، خدا ولی کسانی است که ایمان آورده. یخرجونهم، یخرجهم من الظلمات الى النور، اینا را از تاریکی به نور میرسانه. دیگه وقت دوست دارم نگیرم، کتاب انزلناه الیک، کتابی که ما به تو نازل کردیم اساسش چیه؟ لتخرج الناس من الظلمات الى النور به اذن ربهم، سوره مبارکه ابراهیم، تا همه مردم از تاریکی به سمت روشنایی بکشانی به اذن خدا. یعنی واقعا قرآن خیلی برنامه‌اش بزرگه. قرآن میگه نه تنها مسلمان ها باید به سمت کشورهای غیر اسلامی مهاجرت بکنن، که امروز برعکس شده، میفرماید که غیر مسلمان اگر آمد به کشور اسلامی نکش، پناه بده، پناه دادی یه کاری بکن و عاشق قرآن بشه. بعد از اونه که قرآن شنید، منظور از شنیدن یعنی بفهمه، سالم ایره بدون این که آسیبی بهش برسه به نقطه امن و کشور خودش برسان، اونجا رفت گزارش بده، مثل خبرنگار، مثل گزارشگر، بگه بابا قرآن مسلمان ها یه حرف را داشت. و این بدون تدبر نمیشه. یعنی آدم یقین پیدا میکنه این صدای مظلومیت قرآن به گوش هر انسان بیدار تنین افغان است. و قال الرسول، پیغمبر فریاد زد یا رب خدا، این قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، قوم من، امت من این قرآن از زندگی کنار گذاشته. آقا قرآن حفظ کنیم؟ قرآن در جلسه خلاصه مرگ و فوت و یاد بود تلاوت کنیم؟ بابا قرآن در حکومت یک کمی به کار بگیریم، قرآن در روابط یک کمی به کار بگیریم، قرآن در پیشرفت علمی به کار ببندیم. قرآن در تولید زراعت و میوه و در تحکیم مواضع قدرت ارتباط با ملل دنیا مورد توجه قرار بدیم. و اعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیر، آن ای بشر بیاموز درس از کتاب قرآن، دست از رأی توسل زن بر تناب قرآن، و اعتصموا به حبل الله. جامعه گرفتار شدت اختلاف و خلاصه دشمنی دم از قرآن زدن. سبه بر کف، توبه بر لب، دل پر از عشق گناه، معصیت را خنده می آید به استغفار ما. خدایا همه ما را سر سفره قرآن متنعم و بهرمند بگردان. اموات من، اقداران من، روی این پدر مهربان از مجلس و بانی مجلس راضی و خوشنود بگردان. خدایا عاجزانه ملتمسانه تقاضا میکنم ما را از خواب غفلت بیدار بفرما، گام های ما را در مسیر فهم و درک و عمل و انتقال قرآن استوارتر بگردان. خب یه بحث کوتاهی هم خلاصه از باب تذکر بگم و انشالله روزه بخوانم، انشالله بهره میبریم از مدای اهل بیت، منم به سهم خودم انشالله سهم بگیرم. یکی از موضوعات قرآن، چرا این بحث دنبال میکنم، هم خب حضرت رقیه خلاصه ایام شهادتشه، یتیمی ویژه است، هم یتیمه اما یتیم از یک خانواده ویژه است. بعدش هم شاید خلاصه دل بشکنه و فکری خلاصه اصلاح بشه. ما هم به فکر اینه که واقعا درد از دردهای جامعه را درمان بکنیم، انشالله وارد این مسئله بشیم. یکی از موضوعات مهم اجتماعی ما امروز مسئله ایتامه. ما خیلی یتیم داریم، متاسفانه
نسبت به ایتاممون خیلی ظلمهای فجیعی هم صورت میگیره، چه ایتام پسر چه ایتام دختر، در ازدواجشان، در سهم الارثشان، در تربیتشان. واقعا اونی که قرآن میگه ما خیلی با او فاصله داریم، والله فاصله داریم. حکومت به شدت مسئولیت داره، متمولین، فرهنگی ها، رسانه ها، منبری ها، خیلی گرفتاریم، واقعی قضیه خیلی گرفتاریم. بحث یتیم در قرآن یکی از بحثای زنده و روبروزه. علما مرا ببخشن، و از اخذنا میثاق بنی اسرائیل، ما از بنی اسرائیل تعهد گرفتیم چیکار کنن؟ لا تعبدون الا الله، خدا را قبول کنن. بعد از خداپرستی بحث والدینه، و بالوالدین احسانا، احسان به پدر و مادر. هر کس موفق، راز موفقیتش یک احترام و حرمت و ارتباط حسنه با پدر و مادره. این روایت نه تنها میخوانم که با وجودم حس کردم، دعا الوالد لولده، دعای پدر برای فرزند، که دعا النبی لامته، مثل دعای پیغمبر برای امتشه. با هم دیگه میگیم التماس دعا، اگر امام برامون دعا بکنه چی میشه، اگر پیغمبر برامون دعا بکنه چی میشه. آقا اسلام که کهنه نشده، میگه دعای پدر برای فرزند میشه دعای پیغمبر برای والدینه، برای امته. میفرماید از بنی اسرائیل ما پیمان گرفتیم خداپرست باشن، به پدر و مادر احسان کنن، به نزدیکان احسان کنن، والیتاما، به یتیم احسان کنن. من چقدر آیه بخوانم که خلاصه این بحث بتونم تکمیل کنم، فرصت ندارم. آیه قرآن بدون بیان اهل بیت قابل فهم نیست. آقا امیرالمومنین فرمود قرآن به زبان در بیارین، فرمود هرگز به زبان در نمیآید، من از قرآن به شما خبر میدم. آقا من تعارف نمیکنم، اگر این بحث تدبر و بحث اخراج از تاریکی به روشنی من به این اندازه ای که فرصت ایجاب کرد نمیگفتم، خود قرآن اینو که مطرح نمیکرد. قرآن که عبارت دیگه، بحث یتیمه. در آیات قرآن داریم پیغمبر یه جا سخنرانی کرد، در این سخنرانی خدایا تو یاری کن، این دو تا انگشت کنار هم دیگه قرار داد، اینو میگن انگشت وسطا، یعنی وسط، دو تا این بره دو تا این بر، اینم انگشت اشاره است. معمولا یه چیزی رو نشون بدیم اینجوری میبینیم. انا و کافل الیتیم، پیغمبر فرمود من و سرپرست یتیم. حالا 4 تا بچه خودمون داریم، 5 تا بچه خودمون داریم، 10 تا بچه خودمون داریم، بالاخره برادرزاده، خواهرزاده، همسایه یک یتیم هم دور بر ما هست. آقا چه اشکال داره اونم جزء خانوادمون قرار بدیم؟ قیامت میشه. بابا ما که بالاخره در ما مثلا هر بچه 2000 3000 افغانی خرج بکنیم، خب یه 3000 افغانی هم مالو، حالا همش نشد، حداقل خرج مکتبش. حتما منتظر باشیم از اروپا یک کسی یتیمای ما را پوشش بده؟ فاجعه اینجاست که گاهی حق یتیم میخوره. عموی، برادر، فامیل، بابا میمیره، چشم سرخ میشه برای که با مادر یتیم چی معامله ای بکنه، با زمین یتیم، با خانه یتیم. واقعا کشور اسلامی چشم ها سرخ میشه، گوش ها تیز میشه، چشما دقیق میشه برای که از این دختر یتیم، بچه یتیم چطوری بهره ببره. چه فاجعه ایست. پیغمبر فرمود من و کسی که یتیم سرپرستی میکنه اینطوری، کهاتین فی الجنه، ما دو نفر، من و کافل یتیم در بهشت اینطوری هستیم. اذا تقلا عز و جل، شرطش اینه که با تقوا هم باشه.
آقا یتیم هم سرپرستی کنی بی تقوا باشی فایده نداره. علما هستن، این تدبر در قرآن است، انما یتقبل الله من المتقین، خدا از با تقوا قبول میکنه. صلوات بفرستیم. اللهم صل على محمد. چه نسخه پیچید وجود نازنین رسول مبارک اسلام. یک کسی آمد، خب خدا کنه انشالله گرفتار این مشکله نباشیم، بعض وقتا آدم قسی القلب میشه، بیرم میشه، اصلا دلش خلاصه نمیشکنه، مثل سنگ، از سنگ سختره. یک کسی آمد از پیامبر یک رانمایی خواست، لرجل یشکو قسوت قلبه. یک کسی آمد پیش پیغمبر، دیدین آدم قیمه از بچه شکایت میکنه، از مثلا بد اخلاقی همسرش شکایت میکنه، از فقر شکایت میکنه. امروز یه بنده خدا دم غروب آمده بود، همسرش فوت کرده بود، خلاصه میگفت خیلی زندگی برام تلخ شده، متمولم بود، گفتم ازدواج، گفت بچه ها با اینه که سرایت من در زیر بار ببیرم. حالا یک کسی آمده پیش پیغمبر از قساوت قلبش شکایت کرده، یشکو قسوت قلبه. پیغمبر فرمود اتوهب انتولین قلبک، دوست داری قلبت نرم بشه؟ و تدرک حاجتت، حاجتت دریافت کنی، به حاجت برسی؟ گفت بله یا رسول الله. حضرت فرمود ارحم الیتیم، به یتیم محبت بکن، ومسا رأسه، دست به سرش بکش، و اطعمه من طعامک، از غذات به او بخوران. سه تا نسخه سه بخشی، سه قلمی به تعبیر دارای خودمان، فرمود یلین قلبک، یا یلین قلبک، قلبت نرم میشه، تدرک حاجتت، هر خواسته ای هم داشته باشی به اون میرسی. بیاییم الحق و الانصاف از قرآن به شکل یک دارویی که همه دردامان درمان میکنه استفاده بکنیم. مسائل اجتماعی، مسائل خانوادگی، مسائل بزرگ کشورداری، متاسفانه قرآن خیلی مظلوم و مهجوره، وقتم ایجاب نمیکنه دیگه، یواش یواش برم سراغ خلاصه بحث آخر و اشاره به شخصیت حضرت رقیه سلام الله علیها، حالا به مصیبتش، به شخصیتش که واقعا نه توانشه دارم نه فرصتشه. خداوند در قرآن درباره یتیم تعبیرهای دیگری هم داره، به پیغمبر میفرمد و اما الیتیم فلا تقهر، یتیم را نرنجان. چند جا عرش خدا می لرزه، الرحمن و علی العرش استوا، یکی از جایی که عرش خدا می لرزه جاییست که یتیم گریه کنه. اذا بکل یتیم، اگر یتیم گریه بکنه عرش می لرزه. نمیدونم امشب شب جمعه است، فردا اول ماه سفره، اول ماه سفر میگن اهل بیت پیغمبر وارد شام کردن، وقت زین العابدین از شام برگشت، سوال کردن آقا کجا باشه، ما خیلی سخت گذشت، فرمود سه مرتبه شام شام شام. خیلی بچه ها در شام شکنجه دیدن. منو ببخشین، کجای دنیا سراغ دارین سر بریده بابا، جلب چشم زن و بچه طفل یتیم با چوب به لب و دندانش زده بشه. گاهی دیدین داخل موبایل بعض صحنه ها هست، میگه ایره نبینین، آدمایی که مثلا مشکل داره دیدنش برای اونا ضرر داره، آقا این بچه های کوچیک اصلا نیاز به روزه خواندن نداره،
خدا میفرماید یتیمه نرنجان. چی کار کردن با یتیمان ابی عبدالله؟ با خدا زین العابدین 35 سال گریه میکرد. آمدن گفتن آقا جان بسه دیگه. فرمود هر وقت یاد عمه ها و خواهرها میفتن. مگه میشه آدم و صحنه را ببینه باز گریه نکنه؟ خدا در قرآن فرمود و اما الیتیم فلا تقهر، یتیم نرنجان. یک آیه دیگه هم دقت کنین، ارأیت الذی یکذب بالدین، میگه ندیدی بعضی ها دین تکذیب میکنن؟ کسایی که دین تکذیب میکنن سه علامت دارن: منکر قیامت، فذالک الذی یدعو الیتیم ولا یهز علی طعام المسکین فویل للمسلین. نتیجه رحم نداشتن اینه که یتیم از خودش میرسانه، میرانه، میرنجانه. اعتنا به اطعام مستمندان نداره، نمازش ریایی میخوانه. یه بحث خیلی مهمه، یه بحث یتیم. وقتی حضرت موسی با حضرت خضر امراه شد، یکی از کارهایی که کرد، در یک منطقه آمدن، خیلی خسته و گرسنه بودن، از اونا غذا طلب کردن، بهشان غذا نداد. وقتی میخواستن از شهر بیرون شوند، حضرت خضر به حضرت موسی فرمود که این خانه و ایرانه را باید درست بکنید. حضرت خضر دستور داد و حضرت موسی هم قبول کرد. دو تا پیغمبر خانه خراب، دیوار خراب را درست کردن. حضرت موسی سوال کرد خب شهری که، منطقه‌ای که به ما اصلا احترام نگذاشتن، چرا این همه کار کردین؟ آقایان دقت کنین، خدا در قرآن این ماجرا را می‌فرماید. حضرت خضر به موسی فرمود که و اما الجدار لیتیمین لغلامین یتیمین، می‌فرماید که این خانه و این دیوار مال دو تا یتیمه. و کان ابوهما صالحا، بابا و پدر این ایتام مرد صالحی بوده. یتیم وقتی از خانواده بزرگ باشه احترام بیشتر باید کرد. حالا این دختری که امشب شما براش میخواییم گریه کنیم، دختری کیه؟ بمیرم بی بی جان، دختر امام حسین علیه السلام. جن علی در وجود این دختر علیه که وقتی شنید او بیوزن آب می برد، خلاصه فریاد نالش شنید، آبش به دوش گرفت، رفت به خانه رسان. بعد از مدتی آمد خرما آورد، گوشت آورد، نمیدونم آرد آورد. باز زن بیوه مطرح کرد تو غذا درست میکنی، نان درست میکنی، من بچه ها را نگهداری کنم یا من بچه ها را نگهداری کنم؟ تو نان میپزی؟ زن گفت من بیشتر بلدم. تا نان پخته شد آقا با این بچه های صحبت میکرد، خودش خم میکرد، اینا را سوار دوش مبارکش میکرد. وقتی قرار شد آتش روشن بکنه، زنی که اطلاع نداشت، نمیشناخت، آقا را گفت مرد غریب بیا تنور روشن بکن. تاریخ نقل کرده صورتش بالای آتش میگیره، میگفت دیر سراغ یتیم آمدی. جنی علی در وجود این دختره، جن زهرا مرضیه در وجود این دختره، جن حسین در وجود این دختره. یه خانواده بزرگ است که خدا در قرآن میفرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. این دختر یتیم معمولی نیست، این باید خیلی احترام بشه. اما بمیرم چیگونه با او برخورد کردن؟ من فقط کوتاه نقل میکنم. من زیارت بی بی سلام الله علیها رفتم. حالا خاطراتی دارم از زیارت سوریه و حضرت رقیه. باشه همه قد براتان بگم، باورم اینه، نه تنها خواندم، که یکی از باب الهوایج ها همین مخدره است. همونطوری که قمر بن هاشم باب الهوایج، همونطوری که موسی بن جعفر باب الهوایج، همونطوری که علی اصغر باب الهوایج، همونطور حضرت رقیه سلام الله علیها باب الهوایج. برای که بیشتر حظ و بهره ببریم،
بعض وقتا یتیم پدر نداره، ما میگیم یتیم بی پدر. گاهی یتیم پدر و مادر نداره، میگیم یتیم ابوینی شد، یعنی نه مادر داره نه پدر داره. رقیه یتیمیه که نه مادر داره نه پدر داره. مادرش حبوه بوده، همسر امام حسن مجتبی بود. امام حسن مجتبی 10 سال قبل از امام حسین به شهادت رسید. امام حسین با حبوه ازدواج کرد، همسر برادرش به عقدش در آورد. از حبوه دختر به دنیا آمد به نام رقیه. شاید در شام حضرت رقیه یا 4 ساله است یا 3 ساله است. 1 ساله بود مادرش از دست داد. پس رقیه دختری است که مادر ندارد. چشم و چراغ خانه ابی عبدالله است. کربلا بعد از شهادت امام حسین دیگه پدرم از دست داد. در کتاب اولین نقل شده که در میان اسیران دختری کوچیکی از امام حسین باقی مانده بود. در برخی از منابع در جمله معالم السبتین میگه او دختر رقیه سلام الله علیها بود. شهادت رقیه خیلی جانسوز است. همه نقل کردم وقتی او سرا را آوردن شام در یک خرابه ای جا دادن. در بین این خرابه در بین او سرا دختر کوچک امام حسین حضرت رقیه سلام الله علیها بود. شبی که شب 5 ماه صفر باشه این دختر نیمه های شب پاس از شب گذشته بود شروع کرد به گریه کردن. مسلم نقل تاریخه گریه رقیه کاری کرد که تمام اهل خرابه را به گریه واداشت. حالا این در تاریخ آمده. کار به جایی رسید که به گوش یزید رسید. ندیمان و نزدیکان و خلاصه خادمان یزید به یزید گزارش دادن این ناله ای که در خرابه است همه این خرابه را به گریه آوردن. سوال کرد چی شده؟ گفتن دختری کوچیک و 4 ساله یا 3 ساله حسین به یاد بابا شروع کرده به گریه کردن، همه را به گریه واداشته. دستور داد سر بریده ابی عبدالله را ببرن شاید آرام بشه. سر آوردن داخل خرابه به زینب سلام الله علیها تحویل دادن. بی بی هم هر کار کرد رقیه را نتوانست ساکت و آرام بکنه. وقتی سر بریده را آوردن نزدیک رقیه، اونه که من در تاریخ خواندم پارچه ی روی سر داخل اون ظرفی که سر قرار داده بودن قرار داشت تا پارچه را برداشت. این متن تاریخ. یا ابتا من ذلذی خذبک بدمائل. بابا که تو را به غرق بخون کرده؟ کی محاسنت غرق بخون کرده؟ یا ابتا من ذلذی قطع بریده؟ بابا رگهای گلوته کی بریده؟ یا ابتا من ذلذی ایتمنی علی صغر سن؟ بابا مرا به این کودکی کی یتیم کرده؟ یا ابتا من بقی بعدک نرجو. بابا بعد از تو به کی دل ببنده؟ به کی امید داشته باشم؟ یا ابتا من لیتیمت حتا یکبر. بابا تا بزرگ بشم که مرا یاری کنه. ای داشت با سر بریده بابا درد دل میکرد. یه وقت دیدن صدا قد شد تب خراب تاریک است دیگه نوای به گوش نمیرسه. زین العابدین زینب کبرا سلام الله علیها جلو آمدن دیدن سر یک طرف افتاده، رقیه یک طرف.
مصیبت دل همه اهل بیت جریه دار کرده. امام زمان آقا جان عذر خواهی می کنم آجرک الله، شما صبح هم گریه می کنید، شب هم گریه می کنید، اشکتون تمام بشه، فرمودین خون گریه می کنید، فرمودین اسیری امام زینب، دختر خیلی به امه جانش زینب وابسته بوده، باب الهوائج است، دو سه جمله و از همه التماس دعا، انشالله خدا جات همه رو برآورده بگردانه. من طایر وحی لا مکانم برای خانواده بزرگ، زندگی در خراب خیلی سخت است و ایرانه شام آشیانم، من روح روان روان جانم، من جان جهان جهان جانم، جمله آخر من انشالله بهره ببریم، گسن زنم سندلا گاه بسنان زند سنانم، انشالله کسی دست خالی از مجلس بیرون نشه، بشکسته دلی نرفته بیرون با دست توهی ز آستانم، نمیشه کسی به بیبی متوسل بشه دست خالی بره، انا لله و انا الیه راجعون و سیعلم الذین ظلموا ایم انقلب ایم قلبون. دعایی که من بعد می شود به هدف اجابت مقرون بر خاتم انبیاء محمد صلوات.